بحران کودکان پناهجوی بی سرپرست در یونان. دیدبان حقوق بشر میگوید بعضی کشورهای اروپایی به قول خود برای جابجایی این کودکان پایبند نبودند. یک قرن پس از سقوط امارت بخارا، حکومتی که با افول افشاریان آغاز شد و با احتزاز پرچم بلشویک ها به پایان رسید. و مهاجرت بیش از 80,000 ایرانی به ترکیه. پای حرف‌های یک موسیقیدان نشسته ایم که ساز و نوایش را از زادگاه برکشید. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. هزاران کودک پناهجوی بی سرپرست در یونان سرگردانند. بسیاری از آنها در بازداشتگاه‌های پلیس یونان هستند. دولت این کشور می‌گوید برای حفظ امنیتشان آنها را در این بازداشتگاه‌ها نگه داشته تا وقتی که مکان مناسبی برایشان پیدا کند. اما بسیاری از این کودکان در این بازداشتگاه‌های پر ازدحام و غیر بهداشتی دچار آسیب‌های روانی زیادی می‌شوند. جزئیات بیشتر از آناهیتا شمس. نقش‌هایی از ترس، دلهوره و تجربه‌های یک کودک در بازداشتگاه‌های پلیس. رسم بدبختی‌هایی که کودکان پناهنده بی‌سرپرست پس از پشت سر گذاشتن سفری پرپیچ و خم برای رسیدن به محلی امن، حالا در بازداشتگاه‌های پلیس یونان گرفتار شدند، بدون آنکه جرمی مرتکب شده باشند. بسیاری از این کودکان یا به تنهایی پا به این سفر می‌گذارند و یا وسط راه مجبور می‌شوند از خانواده و یا دوستان خود جدا شده و به تنهایی سفر را ادامه دهند. طالبان به روستای ما حمله کرد. من فرار کردم. برای همین اینجا. شنیدم پدرم هم کشته شده. تنها مادرم در افغانستان بود. دیدبان حقوق بشر میگوید بیش از 5,000 پناهنده بی سرپرست و زیر سن در یونان وجود دارند که تعداد کمی از آنها به اماکن مناسب منتقل شدند، اما بقیه یا بدون سرپناه در خیابانها هستند و یا در بازداشتگاه های پلیس زندانی. قانون یونان به مقامات اجازه می‌دهد تا کودکان مهاجر بدون همراه را با هدف حفظ امنیت تا زمانی که مکانی در پناهگاه‌های مناسب پیدا نشود در بازداشت نگهداری کنند. این غیر قابل قبوله. تصور کنین 14-15 ساله هستین، از سفر طولانی و سخت رسیدین و پلیس بهتون دستبند میزنه و رفتار مناسبی هم باهاتون نداره. غذای مناسب وجود نداره، مواد بهداشتی وجود نداره، نور طبیعی هم وجود نداره. با هیچ کس نمیتونین حرف بزنین و یا وکیلی داشته باشین که کمکتون کنه. این شرایط واقعا غیر قابل قبوله. بچه‌های پناهجوی بی سرپرست نباید در چنین شرایطی قرار بگیرن. برای همین دولت یونان باید کاری بکنه، قانون بازداشت کودکان زیر سن رو عوض کنه، چرا که تا زمانی که در کتاب قانون به پلیس اجازه این کار داده میشه، این وضع ادامه خواهد داشت. سال گذشته دادگاه حقوق بشر اروپا رأی داد که بازداشت بچه‌های زیر سن در یونان غیرقانونی است. دیدبان حقوق بشر و دیگر ارگان‌های حقوق بشری از دولت یونان خواستند که به این رأی احترام گذاشته و قانون را اجرا کند. با مقامات وزارت کشور یونان تماس گرفتم و درباره در زندان نگه داشتن افراد زیر سن و بی سرپرست پناهنده از اونها سوال پرسیدم. در ایمیلی که در پاسخ به ما دادن میگن مرتب در حال بررسی وضعیت موجود هستن و تمام سعیشون رو میکنن تا این افراد رو به جاهای امن و اماکن امن منتقل کنن و در این حال میگن در زندان نگه داشتن این افراد آخرین انتخاب اونهاست و در نهایت هم بیشتر از 25 روز اونها رو در زندان نگهداری نمی کنن. اما شواهد نشان می دهد بسیاری از این کودکان برای ماها در شرایط بسیار نامناسب زندانها نگهداری می شوند. ابراهیم پسر 14 سالی که اسمش را برای حفظ هویتش تغییر داده ایم برای بیشتر از 3 ماه در بازداشت پلیس بوده است. در بعضی موارد این افراد حتی در بازداشتگاه‌های بزرگسالان نگهداری می‌شوند که چالش‌های بسیاری را برای آنها دارد. تعدادی از این افراد در گفتگو با بی بی سی فارسی گفتند وضعیت در زندان‌ها بسیار سخت و در مواردی از زد و خورد و بدرفتاری پلیس خبر دادند. در مصاحبه‌هایی که دیدبان حقوق بشر با تعدادی از این کودکان در بازداشت انجام داده، از انزوا و افسردگی شدید این کودکان خبر می‌دهد.
اولین راه حل برای این مشکل اینه که این مدت طولانی نگهداری بچه‌ها در بازداشت رو کاهش بدن و راه حل دیگه تهیه اماکن مناسب برای بچه هاست. نه تنها یونان که اتحادیه اروپا موظف این کار رو انجام بده. تعدادی از کشورهای اروپایی اعلام آمادگی کردن ولی باید اقدامات عملی انجام بشه. بچه‌ها نباید در چنین شرایطی نگهداری بشن. در ماه‌های گذشته تعدادی از این کودکان به کشورهای دیگر اروپایی مثل پرتغال، آلمان و فنلاند منتقل شدند، اما هنوز تعداد زیادی از آنها پشت میله‌های زندان هستند. بچه‌هایی که از جنگ و خشونت فرار کردند و باید بچگی کنند، حالا زندگیشان در گوشه سلول زندان متوقف شده است. آنایتا شمس، بی بی سی. ما موفق می شویم. جمله‌ای که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان 5 سال پیش در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود درباره راه دادن صدها هزار پناهجو به کشورش بر زبان آورد و امسال نیز در همین کنفرانس بر درستی آن تاکید کرد. 5 سال پیش کسی تصور نمی کرد این جمله تاریخی شود، اما بعد از 5 سال آلمان کجا ایستاده؟ جزئیات بیشتر از مریم انصاری. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. ما کشوری قوی هستیم و از پس این چالش برمی‌آییم. تابستان 2015، اشاره مرکل به هزاران پناهجویی است که روزانه وارد آلمان می‌شوند. انسان‌های گریخته از جنگ و شادمان از رسیدن به جایی که میزبانان در کمک به آنها با هم مسابقه دادند. جنگ سوریه، ناامنی و بی‌ثباتی در عراق و افغانستان صدها هزار نفر را راهی اروپا کرده. درخواست آلمان برای تقسیم پناهجویان در اروپا گوش شنوایی پیدا نمی‌کند و آنگلا مرکل در تصمیمی تاریخی چراغ سبز را برای ورود پناهجویان به آلمان می‌دهد. تصمیمی که در سال‌های پس از آن نیز جامعه و صدر اعظم آلمان را با پیامدهای خود درگیر کرد. تا پایان این سال ورود نزدیک به 750 هزار پناهجو در آلمان ثبت شد. اما هیجان اولیه برای پذیرفتن پناهجویان به تدریج فروکش کرد. بخشی از جامعه که در سکوت مخالف سیاست پناهجویی دولت بود، انعکاس ترس و تمایلات ضد خارجی خود را از بلندگوی احزاب پوپولیست و راست افراطی شنید. تنها در سال 2015 بیش از 1000 بار به کمپ‌های پناهجویی حمله شد. شب پایانی همان سال نیز ورق را به شدت به نفع تبلیغات نجات پرستانه برگرداند. تعرض گروهی از مردان مهاجر به زنان جوان در شهر کلن بحثی جدی درباره چالشی به نام اختلاف فرهنگی میان جامعه میزبان و مهاجران را دامن زد. مسائل پناهجویی و مهاجرت چند لایه و پیچیده است. این را حمید نوذری، مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین میگوید. مرکزی که اعضایش در بسیاری از پروژه‌های دولتی و غیر دولتی برای جذب پناهندگان فعالیت می‌کند. راست افراطی سعی می‌کنه مشکل قامز و چند جانبه پناهنده و پناهندگی رو در چهره یک مرد تنهای خشن مسلمون که مرتب ارزش‌های این جامعه رو زیر پا می‌ذاره در بیاره و این چهره فیکتیو رو با این مشخصات منفی به کل مسئله پناهنده و پناهندگی تقلیل بده. مسئله ادغام فرهنگی یک چالشیه که با منشور و با دستور از بالا به اصطلاح قابل حل نیست. ضمن این که از ارزش‌های دموکراتیک به هیچ عنوان نمیشه کوتاه آمد، ولی در یک یا دو ماه هم قابل اجرا نیست. این یک پروسه موضوعی اینه که آیا جامعه برای این پروسه خودش آماده کرده و این رو به عنوان بخشی از این باز شدن و آمدن نیروهای جدید در نظر گرفته یا نه. پس از تابستان داغ 2015 از شمار پناهجویانی که وارد آلمان شدند سال به سال کمتر شد. اروپا و آلمان حصاری محکم به دور مرزهای خود کشیدند. با وجود اینکه جنگ، ناامنی، فقر و بی‌ثباتی در بخش‌هایی از خاورمیانه و جهان همچنان ادامه دارد. پروفسور هایوفون که استاد علوم سیاسی و کارشناس در زمینه تاریخ راست افراطی در آلمان معتقد است که کمک به پناهجویان در سال 2015 بزرگترین جنبش مدنی است که آلمان از زمان جنگ جهانی دوم به خود دیده. چرا این فضا تغییر کرد؟ بخشی از جامعه از قبل هم نسبت به مهاجران پیش‌داوری داشتند.
حدود 20% جامعه آلمان ضد خارجی هستند و به محض اینکه فرصتی برای انتقاد پیدا کردن به سرعت فعال شدند. یکی از عوامل اصلی رشد نیروهای افراطی هم چرخش به راست شدید جناحی در دولت آلمان به رهبری هورست زیهوفر بود. حالا در مقابل وزیر کشور آقای زیهوفر خودش میگه که خطری که آلمان رو تهدید میکنه نه چپ افراطی، نه اسلام، بلکه راست افراطیه و اسناد و اطلاعاتی که در مقابلش قرار داره این رو به وضوح نشون میده. سه اقدام تروریستی با انگیزه های نژاد پرستانه جامعه آلمان را تکان داد. ترور والتر لوبکه فرماندار کاسل، حمله به کنیسه یهودیان در شهر هاله و حمله به دو قهوه خانه در شهر هاناو. حالا تهدیدها نه فقط روی مهاجران، که روی سیاستمداران به ویژه زنان سیاستمدار متمرکز شده. گلاله احمدی رئیس فراکسیون سبزها در شورای شهر برلین یکی از این زنان است که در ماه‌های گذشته بارها ایمیل‌های تهدیدآمیز یا به شدت اهانت‌آمیز دریافت کرده. اونا خطر بزرگی هستن. به اونچه در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده نگاه کنین، خیلی ها به مرگ تهدید شدن. به نظر من مسئله پناهنده ها هم فقط یک بهانه است. دولت در زمینه جذب پناهجویان موفق عمل کرده. بخش بزرگی از پناهجویانی که سال 2015 به اینجا آمدن الان کار میکنن و بیشتر از 400 هزار نفرشون به دولت مالیات و بیمه میدن. خیلی هاشون در حال گذروندن کلاس های آموزشی هستن و خیلی ها به دانشگاه میرن. اما نیروهای پوپولیست از وسیله برای نفرت پراکنی علیه مهاجران استفاده میکنن. واقعیت اینه که عده اونا نسبت به گذشته بیشتر نشده، ولی اونایی که قبلاً از دست دادن به خشونت ابا داشتن حالا پرهیزی از خشونت کلامی یا عملی ندارن. با شیوع ویروس کرونا، تبلیغات راست افراطی از روی پناهجویان به سمت مخالفت با محدودیت‌های دولت برای مبارزه با این بیماری چرخید. آمار اخیر می‌گوید از تعداد طرفداران حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان به شکل قابل توجهی کم شده. بخش بزرگی از جامعه آلمان با همه افتخیزها همچنان پایبند ارزش‌های دموکراتیک است و بسیاری هنوز باور دارند که مرکل درست می‌گفت. ما موفق می‌شویم. مریم انصاری، برلین. 100 سال پیش پرچم ارتش سرخ روسیه در امارت بخارا به اهتزاز درآمد و عمر امارت به سر رسید. امارت بخارا بین سه جمهوری آسیای میانه تقسیم شد که از قضا این روزها در حال تجلیل از 29مین سال روز استقلالشان از اتحاد شوروی هستند. داریوش رجبیان در گزارشی به ماهیت رویداد دوم سپتامبر 1920 پرداخته است. سپتامبر، ماه جشن‌های استقلال در پهنه آسیای میانه، در ازبکستان و تاجیکستان و سرانجام ترکمنستان. و سپتامبر، ماه سقوط اماراتی که 100 سال پیش این سه کشور را در بر داشت. بخارا از مراکز اسلام آن دور و زمان بود، و اما پرچم ارتش سرخ که نه اسلام را قبول داشت و نه دین را، از فراز منار کلان بخارا برافراشته شد. درست 100 سال پیش، دوم سپتامبر 1920. این رویداد در کتاب‌های تاریخ نوینی که در مسکو تدوین شد، انقلاب بخارا نام گرفت. تاج و تخت امیر به تاریخ پیوست و دارایی‌هایش به مسکو و پتروگراد منتقل شدند تا چرخ انقلاب روسیه همچنان بچرخد. امارت پیشین را جمهوری خلق شورای بخارا نامیدند که 4 سال دوام آورد. نخستین و واپسین رهبر دولت نوین فیض الله خواجه‌یف بود، فرزند بازرگانی متمول از بخارا که در مسکو درس خوانده بود، به جنبش پانتورکیزم و جدیدیه پیوست و نهایتاً کمونیست شد. دیرتر مورد بیمهری استالین واقع شد و در کنار میلیون‌ها تن دیگر دشمن خلق لقب گرفت و کشته شد. سلیمان عنایتوف از نوادگان فیض الله خواجه‌یف است. در واقع پدر بزرگ او و پدر فیض الله خواجه‌یف برادران تنی بودند. آقای عنایتوف فکنون تاریخ سرزمینش را که خواجه‌یف از بازیگران اصلیان بود در دانشگاه دولتی بخارا تدریس می‌کند. واقعاً
از تاریخدانهایی که شاهد عینی دهشت حمله ارتش سرخ به بخارا بودند، یکی محمود بلجوانی بود که کتابی با نام تاریخ نافعی نوشته و همه ماجرا را توصیف کرده است که چگونه بخارا ویران شد و چطور دو دروازه قرشی و سمرقند شهر با 800 کیلوگرم تروتیل منفجر شدند و عساکر سرخ وارد شهر شدند و زن و مرد و پیر و جوان کشتی ها زخمی شدند و همه کوچه های بخارا غرق در خون شد. همه اینها حقایق تاریخ است و این دهشت 3 روز ادامه داشت. 11 هواپیمای جنگنده روسیه بر فراز بخارا پرواز می کردند و مردم بخارا در دهشت افتاده بودند که این بلای آسمانی چیست و چه خواهد شد. حدود 450 اثر تاریخی بخارا از جمله 2 از 5 طاق بزرگی که داشت در آن حمله بولشویک‌ها با خاک یکسان شدند و به بازمانده‌های حمله هم زیان فراوان وارد شد. رفته رفته مردم محلی بخارا هم در 2 جبهه قرار گرفتند. یاساما خود من بخاراییم. پدر و مادرم هم همینجا به دنیا آمدند. مادرم میگوید که 2 پدر جد و مستقیماً در رویدادهای 1920 شرکت داشتند و از قضا در 2 سوی سنگر قرار گرفتند. یکی از آنها دستیار و دستندرکار انقلاب فیض الله خواجه‌یف بود و دومی را به محض تأسیس جمهوری خلق شورایی بخارا به عنوان یک دهقان ثروتمند گرفتند و اعدام کردند. کل آن تاریخ را می شود در همین یک نمونه از یک خاندان خلاصه کرد. در چنین سالهایی بود که هویت ملی برای مردمان آسیای میانه مهندسی شد. سرزمین‌های تاریخی که در گذشته با نام‌های بخارا و خیوه و خوقند شناخته می‌شدند، تکه پاره شدند و هر یک از پاره‌ها نام قومی را بر خود داشت. هر یک از این ملل ادبیات نوین خود را شکل داد. در رأس ادبیات شوروی تاجیکستان صدر دین عینی قرار گرفت که اصالتاً از بخارا بود و در سمرقند زندگی می‌کرد. 2 شهر تاجیک نشین که در تقسیمات استالینی بیرون از مرزهای تاجیکستان ماندند. زبان فارسی که پیش از آن زبان رسمی کارگزاری در سراسر امارت بخارا بود، در تاجیکستان محصور ماند و رنگ باخت. رسم الخط هم باخت و نامش را هم، و از آن به بعد تاجیکی خوانده شد. دستور زبان هم به گونه ای دستکاری شد که در جلد شوروی بگنجد. از نگاه زبانی باید گفت که بزرگترین لطمه و بزرگترین ضربه زبان فارسی یا فارسی تاجیکی در اون زمان از تهاجم بلشویک ها این زیان دید، چون بخارا در اون زمان یکی از مرکزهای بزرگی هم فرهنگی هم دینی بود. برای حکومت شوروی که در سلسله تدبیرهای انقلابی می اندیشید، خوشایند نبود که این مرکز همچون مرکزی فرهنگی و دینی برای بقیه مردم همچون پناهگاه حساب یابد. به همین خاطر باید بخارا همچون کانون دین و کانون زبان فارسی باید از بین می رفت. و چنین هم شد. ارکین روزیف یک جوان بخارایی است که معتقد است پیش از اشغال بخارا موضوع قومیت در این خطه مطرح نبود و زبان در دوران شوروی تبدیل به مسئله شد. پیش از 1924، پیش از مرزها را کشتن در آسیای میانه، ملت‌های گوناگون با هم دیگر دوستانه زندگی داشتند. شهرها بیشتر فارسی زبان بود و دهه‌ها بیشتر ترکی زبان بود و من فکر می‌کنم که ما باید یک دیگر را حرمت کرده برای رشد زبان، برای پیشرفت زبان و فرهنگ راه دهیم. یعنی که در تاجیکستان برای پیشرفت زبان ازبکی در کشور ما، یعنی ازبکستان، برای پیشرفت زبان فارسی هم راه دهیم. بذر نفاقی که 100 سال پیش شوروی در آسیای میانه کاشته بود بار داد. آیا بخارا در حرم تاریخ بخار شد؟ زیر سم اسبان ارتش سرخ از پا و نا افتاد؟ به قول استاد شاعران رودکی که 1000 سال پیش در بخارا سروده بود، جهان همیشه چنین است و گردگردان است، همیشه تا بود آیینش گردگردان بود. داریوش رجبیان، BBC. به گفته سازمان ملل، تعداد مهاجران ایرانی در ترکیه با احتساب پناهجویان و افرادی که وضعیت مشابه پناهندگی دارند 83,000 نفر است. در بینشان تعدادی از اهالی هنر هم حضور دارند، از جمله بعضی از موسیقیدانهای مطرح که عملاً امکان فعالیت در ایران نداشتند. فرج بالفکن به سراغ یکی از این هنرمندان رفته. Thank you.
سعدی در باب هفتم گلستان حکایتی دارد در ستایش هنر آموختن، چرا که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید، اما هنر دولت پاینده است و گر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است. هر کجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند. حکایتی که چه بسا در روزگار ما معنای متضادی یافته. شاهدش هم ایمان جعفری پویان است. او 3 سالی است به گفته خودش از سر ناگزیری تن به مهاجرت داده. حقیقت این مهاجرتی که کردم یه ذره به قول معروف برای من اجباری بودش. یعنی من متاسفانه خب ایران عملا من بایکوت کرده بودن، نمیذاشتن کار کنم دیگه. یعنی الانم که الان اینجا هیچ سفارش کاری از ایران به من داده نمیشه. یعنی حتی من آدمی بودم که نزدیک 6000 ترک آهنگ ضبط کردم، کار زدم، 20 خورده کار برای تلویزیون انجام دادم، خیلی کار رو انجام دادم. یکی از کارهای مهم ایمان 11 سال پیش برای اولین بار بعد از انقلاب در ایران شکل گرفت. راه اندازی گروه بزرگ موسیقی جاز به نام ایماش. ایمان در کنار نوازندگی حرفه‌ای ساکسفون، کلارینت و پیانو یکی از آهنگسازان خوشنام ترانه‌های پاپ است. اما چرا به رغم این همه نتوانست همچنان به فعالیت‌های هنری در سرزمین مادریش ادامه دهد؟ شاید به خاطر این بودش که مثلا از من یه کارهایی میخواستن که مثلا باب میلم نبوده. حقیقت منم آدمی نیستم، چون میدونم تاریخ قاضی سختگیره، ما باید به تاریخ جواب بدیم. ترجیح دادم که به قول معروف توی محیط دیگه کار کنم که دیگه انتظار نتونم از من داشته باشن که یه سری کارها رو انجام بدم. مقاومت هایی از این دست لاجرم عواقب دردناکی هم برای او در پی داشت. اول تو خیابون ساز می‌زدم. یه مدتی زندگیم از موزیک خیابونی گذروندم. بعد موزیسین ترک من دیدن و باهاشون همکاری کردم. تو کافه زدم، بار زدم، نمیدونم از این کارا کردم. و بعد قرب کرونا کلا دیگه کار نکردیم، خودم مریض شدم، 35 روز بستری بودم، همین بیماری رو گرفتم متاسفانه. ولی خب حالا عمرم به دنیا بوده، فعلا موندم. خب ایمان جون، فکر نمی‌کنی که میموندی ایران و ناملایمات رو به جون می‌خریدی بهتر نبود؟ پشیمون نیستی حالا؟ فرج جان، من از کرونا برگشتم، این سوال برای من جواب نمیده. یعنی من مرگو به چشام دیدم. میدونی چی میگم؟ یه سری چیزا هستش که من الانم مثلا برگردم ایران ممکن اصلا هیچ کاری هم با هم نکنم، همون جوری مثلا بگم کار نکن، برو بشین تو خونه. من نمیدونم، چون برای من آدم معمولی نبودم. من 20 خورده سال 24-5 سال برای تلویزیون ایران اجرا رفتم، تو بیابون بردن اون واسه رئیس جمهور ساز زدیم، نمیدونم تو بیت رهبری رفتیم زدیم، این بر اون بر. یعنی هر آنچه که کاری که کاری موزیسین نیست که، اینا کار به قول من گروه تشریفاته. پشیمونی در کار نیست. نه چه پشیمونی؟ پشیمونی سختیش اینه، دوری از خانواده، دوستای عزیزم، نمیدونم وطن زیبام، نمیدونم اینا ناراحتیش. بگردن آدم برای زنده موندن چیزی جز یه سقف و یه لقمه نون و نمیدونم یه جای خواب خوب چیزی نمیخواد که. بیشترش دیگه آره میره توی به قول معروف تشریفات، که ما الان دیگه مینیمالیست شدیم، یعنی به حد اقلها خودمون راضی کردیم. چون مثلا من یه آدمی بودم که کار ضبط میکردم، یه ارکستری که مثلا 35 هزار دلار هزینه ضبطش میشده، الان دارم با 300-400 دلار کار میکنم. یعنی دیگه شما خود حسابشو بکن دیگه به چی رضایت دادم. ولی خب به هر حال اینجوری باعث میشه که به قول معروف شب با سختی میخوابم، ولی بالاخره خوابم میبره.
یکی از آهنگسازی‌های ایمان که توجه بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت، اجرایی است که بر روی آهنگ معروف بخش خبری سرویس جهانی بی بی سی ساخته، آن هم در دستگاه همایون و چارگاه. دیدم که این ما بیدار میشیم اخبار میخوابیم اخبار فلان اینا، خلاصه با این تو زندگیمون هست دارم اخبار به خصوص بی بی سی. حالا مثلا ما بچگی خب بی بی سی باز بودیم و گوش میدادیم و اینا. خوب یادمه پاییز آبان پشت چرا چمران بارون یه جور دیگه میباری، اشکامو دید و چشماشو دزدید. برگردم به همان حکایتی که در ابتدا از گلستان سعدی گفته آمد، چرا که با همه سختی ها و بحران ها به قول شیخ اجل سعدی شیرازی، هنر چشمه زاینده است. فرج بالفکن، بی بی سی. اون عاشقم بود اما حالا نیست. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.